سلام شاید خانم. سلام. خوبی؟ خیلی ممنونم. شیرین چطوره؟ خدا رو شکر بدی نیستش. خودتون خوبی؟ خیلی ممنون. تو نیوردین شیرینو؟ بستریش کردن. تا کی؟ گفتن تا حالش بهتر بشه. کاری دستم هم میاد بگینا. من پامو از زندگی دخترتون بکشم بیرون؟ خیلی جالبه. انگار شما منو نمیشناسید. اصلا من نیازی به اینجور مسائل ندارم. خوب بود اول تحقیقاتتون رو میکردین بعد منو میکشوندین اینجا. چرا راجع به اینجور مسائل از فرهاد سوال نمی کنی؟ ببینید آقای محترم، آدم های اطرافتون همیشه اونجوری نیستن که شما بهشون اعتماد می کنید. شاید هم دخترتون یه جوری کم و کاستی داره که فرهاد تو رابطهش انقدر که باید جدی نیست. الان خدا رو شکر برگشت. فقط دیگه از این به بعد باید اینجا بستری بمونه تا موقع اهدا. ببخشید. این بچه رو چرا مرخصش کردید؟ این که حالش اصلا خوب نیست. چی بگم؟ از اینا این بیمارستان بر من خیلی زیاد. ما مگه سختگیری میکنیم به خاطر خودشون و آسایش مردم. سلامت باشی. بیا تو. سلام. ببخشید من اومدم هزینه بستری خانم شیرین رحیمی رو پرداخت. شماره پروندهتون؟ 3282. یه مبلغی پرداخت شده. پرداخت شده. وضعیت مادر خوشبختانه پایداره، اما وضعیت کوچولوتون متاسفانه خیلی مناسب نیست. این یعنی چی آقای دکتر؟ یعنی که سطح هوشیاریش یه مقدار اومده پایین. هر دکتری، بیمارستانی، هر جای دنیا میشناسی که نوه و دخترمو بتونه برگردونه معرفی کن بفرستمشون. آقای صاحب من شما رو درک میکنم، ولی باید خدمتون عرض بکنم که مشکل عزیزای شما با سفر خارج حل نمیشه. خدا بهتون رحم کنه اتفاقی براش نیفته، وگرنه ولتون نمیکنم. اصلا میدونی چیه؟ تو لیاقت منو نداری، من از سرتم زیادم. سلام. خیلی پستی. مابینا سویج لطفاً. آقای بشارت لطفاً. با همون لباساش رفت زیر دوش، بعدش هم بیهوش شده افتاد. در مغازم هوش و حواس درستی نداره، دوباره داره زیرزیرکی کارایی میکنه. این خونریزی باعث شد که بافت مغز تخریب بشه و همونطور که میدونین سلول‌های مغزی تنها سلول‌هایی هستن که هیچ وقت ترمیم نمیشن و این معنیش اینه که نفس عزیز دچار مرگ مغزی شده. حالا که دلم بیقرار توه، حالا که نشستم کنارت نرو، میدونم صدای منو میشنوی، نگیر از من این فرصت آخرو، دوباره نگام کن بدون نگات، تو دنیای تاریک من نور نیست، دلم تنگ میشه منو درک کن، کسی جز تو با قلب من جور نیست. تو برام آرامشی حتی اگه دوری ازم، حرفام تکرانیه اما میخوام بازم بگم، اگه سرد و ساکتی اما هنوز عشق منی، با تو حرف میزنم شاید سکوتو بشکنی.
که دل تو شکستم، ولی محاله بخوام از تو دوری کنم. خودم دوست دارم بمونم به پا، خودم دوست دارم صبوری کنم. بمون و به حال منم فکر کن، منی که همیشه به فکر تو هم. تو رو دوست دارم به جای همه، تو رو دوست دارم به جای خودم. تو برام آرامشی حتی اگه دوری ازم، حرفام تکراریه اما میخوام بازم بگم. اگه سرد و ساکتی اما هنوز عشق منی، با تو حرف میزنم شاید سکوتو بشکنی. چی برات خریدم؟ نمیدونم. خب اینجوری خشک و خالی که نمیشه. نه جونم، قربون اون شکل ماهت بشم من. بشین چشماتو به من تا بهت نشون بدم. نه اینجوری قبول نیست. کلک بزنی من میدونم با تو جونم. کلک نزنی ها. حالا چشماتو بازم. خیلی خوشگله. ای جونم من دوست دارم. عاشقتم من. خیلی خوشگله. دوست داری رنگشو؟ خیلی. مامان جون. مامان من خیلی این چند وقت با تو زحمت دادم. عشقم این چه حرفیه؟ تو زندگی منی. قول میدم اگه حالم خوب بشه همه کار خونه رو برات انجام بدم. Thank you.
سلام. سلام بابایی. چطوری؟ چشاتو ببند تا بگم چی برات میخوام. چی خریدی؟ چشاتو ببند. همونی که خواسته بودی. چه خوشگله. دوست داشتی؟ خیلی. آخ. اینم جایزت. حالا بگو من جایزه واسه دارم. حدس بزن کجاشو باید بزنی. دکمش کجاست که صداش در میاد؟ اینجاشه. نه کجاشه؟ دماغشه. آفرین. جشن خودت. امید مادر شام حاضره. پاش بیارم یه چیزی بخور. نمیتونم. یعنی چه نمیتونم؟ نه چیزی میخوری نه میخوابی. اینطوری داری خودتو از بین میبری مادر؟ من با دست خودم زدم همه چیو داغون کردم. همه چیو نابود کردم. مقصرم. من مقصرم. این حرفو نزن. اینقدر خودتو آزار نده. من با دستای خودم زن و بچه‌مو قربونی کردم. این فقط یه اتفاق بود، یه حادثه. لجاجت و خودخواهی من باعث این اتفاق شده. آدم باید تو شرایط سخت خودشو حفظ کنه. زندگی همینه، بالا پایین داره، سیاه و سفید داره، مرگ و میر داره، مصیبت داره. خب ایمانو برای چی گذاشتن؟ ایمانو برای همین روزا گذاشتن مادر؟ تو پسر با ایمانی هستی، راضی باش به رضای خدا. یه سوالی دارم مادر. بگو عزیزم. نظرت راجع به حرفای اون دکتر چیه؟ به دلت رجوع کن مادر. ببین دلت چی میگه. ایشالله اگه من خوب شدم با هم دوتایی میریم بازی میکنیم. میریم تو اتاقم. و میریم خونه با مامان شیدا بازی میکنیم. خدای خدای پروردگارم بهم قدرت بده، به قلبم قوت بده، کمکم کن این کار رو انجام بدم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم. الو. سلام مادر. سلام مامان. مامان جانم دلم میگه رضایت بدم. خیر مادر خیر، دل منم همینو میگه. ممنونم. مینا جان نفسمون رفت. نمیدونی چه عذابی دارم میکشم. ای کاش تو اون تصادف مرده بودم و این روزا رو نمیدیدم. هیچ وقت فکر نمیکردم واسه یه لجبازی احمقانه همچین تاوانی بس بدم. دخترمون مرگ مغزی شده. بهمون پیشنهاد دادن که اعضاشو اهدا بکنیم. میگن با این کار جون چند نفر میتونیم نجات بدیم. وقتی فکر میکنم که چند تا خانواده کنار هم میتونن باز بمونن قلبم آروم میگیره. مطمئنم
اگه تو هم به هوش بودی با این کار موافقت میکردی، قلب تو هم رضایت داشت. شک ندارم. الو، سلام دکتر. بخشایش هستم، پدر نفس. میخواستم با تون صحبت بکنم. بله، بیمارستان هستم. آقای دکتر، من اومدم رضایت بدم اعضای بچه‌م اهدا بشه. بابت این شهامتتون بهتون تبریک میگم. فقط یه خواهشی دارم. بفرمایید. میخوام قلب دخترم به یه دختر دیگه که اونم تو همین بیمارستانه به اون بدیم. ببینید آقای بخشش، شما کار خیلی بزرگی دارین انجام میدین، ولی لازمه که در مورد این سری از قوانین من براتون توضیح بدم. ما اینجا دو تا لیست از کسانی داریم که نیازمند پیوند عضو هستن. یه سری لیست کسانی که در اولویت قرار دارن و دومی فهرست کسانی که در شرایط بسیار اورژانسی به سر میبرن. خب قاعدتا این عضو اهدایی به شخصی میرسه که در شرایط بسیار اورژانسی هستش. اتفاقا دکتر، این دخترم خیلی شرایطش اورژانسیه. فرمایش شما صحیح، ولی متاسفانه این من و شما نیستیم که تعیین میکنیم. امکان داره این عضو اهدایی به این دختر برسه، امکان داره بهشون هم نرسه. از طریق وزارتخونه بر اساس اون فهرستی که خدمتتون عرض کردم از اونجا تصمیم گرفته میشه. حتی خود منم نمیدونم که این عضو اهدایی به کدوم بیمار میرسه. البته در مورد دستور عملها بخشی هم داریم که اهدا کننده و اهدا گیرنده حد الامکان همدیگر رو نمیشناسن. غیر از بحث اهدا کننده ها، شرایط دیگه مونه برامون شرایط پزشکی. مثلا مثل اینکه گروه خونشون به هم بخوره، کوچک بزرگ بودن عضو اهدایی و کلای مسائل پزشکی که شرایط برای ما فراهم میکنه. یعنی هیچ راهی وجود نداره که بتونیم کاری بکنیم این عضو به اون دختر برسه یا اون تو اولویت قرار بگیره حداقل؟ ببینید، این آرزوی قلبی ماست که خدای نکرده هیچ بیماری بر اثر نرسیدن عضو از بین بره. این آرزوی قلبی ماست که اتفاق نیفته، ولی شما شک نکنین که این عضو اهدایی قطعاً به بیماری میرسه که نیاز داره و همونجوری که خدمتتون عرض کردم شرایطش بسیار اورژانسیه. بله. البته این تغییری در نظر من ایجاد نمیکنه، من رضایت میدم. نظر پدر بزرگشون چیه؟ بعید میدونم رضایت بدن. به هر حال من که رضایت میدم، مشکلی ندارم. البته از لحاظ قانونی رضایت پدر کفایت میکنه، ولی لحاظ عرفی اگر رضایت بستگان درجه یک من نزدیکش نباشه اتفاق نمیفته. به هر حال ما تلاشمون رو میکنیم، ولی بعید ایشون رضایت بدن. شما رو جنبه های انسان دوستانه و خداپسندانه این قضیه تاکید بکنید. اگه بتونین ترتیبی بدین که ایشون با بیمارهایی که نیازمند اهدای عضو هستن ملاقاتی داشته باشن، با اونا بشینن صحبت کنن، شک نکنید که تحت تاثیر قرار میگیرن. البته تا اونجایی که من مطلع شدم فکر کنم ایشون در مورد قبول کردن مرگ نوه‌شون مشکل دارن. اگر یه جوری بتونین ایشون رو متقاعد بکنین که عزیزشون درگذشته،
من فکر میکنم که راهو بهتر بشه هموار کرد و قدمای بزرگتری برداریم. ممنون آقای دکتر، ممنون. سبحان ربی العظیم و بحمد سمع الله لمن حمده الله اکبر. اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دست شما درد نکنه. ممنونم. نمیخواستم بعد از این همه مدت تو همچین شرایطی بیام اینجا. میدونم منو مقصر میدونید. داشتیم برای جشن و شادی آماده میشدیم که یهو همه چی از دست رفت. منم خودم مقصر میدونم. نمیدونید چه تاوان سختی دارم برای اشتباهم میدم. هنوز نتونستم با این ماجرا کنار بیام. حاجلی مادر، میدونم قبولش برای شما هم سخته که نفس از دست رفت. میدونم شما مثل من میخواید که مینا برگرده، اما در مورد مینا یه چیزی هست که شما نمیدونید، منم بهتون نگفتم. اونم این نکته است که مینا بارداره. بارداره؟ مگه تو همچین شرایطی امکانش هست؟ دکترها میگن امید هست. حتی اگر مادر توی کمام بمونه احتمالش خیلی زیاده که بچه صحیح و سالم به دنیا بیاد. خدایا حکمت تو شکر. لا اله الا الله. بیایم با خدا یه معامله بکنیم. خدا ما رو وسیله قرار داده، شاید بتونیم جون چند نفر رو نجات بدیم، چند تا خانواده رو از داغدار شدن و عزادار شدن در بیاریم. من مطمئنم خدا این کار ما رو بدون اجر رو جواب نمیذاره. چی میخوای بگی؟ بیایم رضایت بدیم اعضای بیانصاف. تو قلب بچت داره میزنه میخوای تیکه تیکش کنی؟ حاجی به ولای علی، اگه من 1% احتمال میدادم اون بچه برمیگرده، اجازه نمیدادم کسی بهش دست بزنه. تو نمیخواد حرف دکترها رو تعبیل من بدی. خودم خوب فهمیدم چی گفتن. من امیدم به اونا نیست، امیدم به خداست. پس شما حرف اونا رو شنیدی و گوش ندادی. متاسفانه شما فقط حرف خودت قبول داری حاجی. اولا من نمیذارم زنده بچم رو تیکه تیکه کنی. در ثانی نمیخواستم اینو بگم ولی خودت خواستی.
تو با خدا معامله نمی کنی، داری با اون زن معامله می کنی. سر تو اینه کب کردی تو برف، هیچکی رو نمی بینی، فکر می کنی بقیه هم تو رو نمی بینن؟ حاجی بذار حرفم رو بزنم. ببین، من نمیذارم قلب بچه ای من وجه المصالحه رسیدن تو به اون زن بشه. حاجی حرفا چیه میزنی؟ خوب میفهمم چی دارم میگم. فکر میکنی من نمیدونم قلب دختر اون زن احتیاج به پیوند داره؟ فکر میکنی جیک و پیک تو با اون زنه ندیدم؟ نه؟ جیک و پیک کدوم حاجی؟ به ولای علی شما از اون زن هیچی نمیدونی؟ به همون دین و ایمونی که ازش دم میزنی؟ توی اون دین مگه بهتان ناروا معصیت نیست؟ تو نمیخواد راجع به دین و ایمون با من صحبت کنی. من این موها رو تو آسیاب سفید نکردم. تو اگه سر و گوشت نمی جنبید با زنت این کار رو نمی کردی. حاجی این حرفا چیه داری میزنی؟ زشته به خدا. حاجی من این بحث رو دیگه ادامه نمیدم. اینجا نه جاشه نه زمان مناسبیه. ولی فقط یه چیزی رو میخوام بگم. شما کلن در اشتباهی. تو ماجرای اهدای عضو نه من مهمم نه شما. خواسته هیچ کدوممون مطرح نیست. فقط مسئولین اهدای عضوان که میدونن کی عضو و اهدا کرده، کی پیوند گرفته. اینو دارم بهت میگم که به اون مسئولینم بگی دست به بچه من بزنن بیمارستانو با آتیش میکشم. ببرم دیگه سپنج. حاضر؟ حاضر. ببرم بالاتر. امشبی را شهدین در حرمش مهمانم. امشبی را شهدین در حرمش مهمانم. مکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوع. خانم به خیر گذاشتین دفعه. این دارو رو سریع برش تهیه کنید بیارید. چشم. دکتر خیلی ممنون. خواهش میکنم وظیفه من. آقا تو رو خدا مراقب خودتون بیشتر باش. خانم ببخشید، یه دختر بچه اینجا بستریه که باید پیوند قلب بشه. شما میدونین تو کدوم بخشه؟ اسمشون چیه؟ نمیدونم. خب من بدونم چجوری بگم. خانم مگه تو این بیمارستان چند تا دختر بچه بستریه که احتیاج به پیوند قلب داره؟ پدر من اینجا بیمارستان بزرگه، چند تا بخش داره و چند صد تا بیمار. معمولا این بیمارا رو کجا بستری میکنن خانم؟ خب ممکنه سی سی یو باشن، ممکنه یه سری‌ها بخش باشن، فرق میکنه. شما زحمت بکش یه نگاه به لیست بیماری سی سی یو بنداز. شما اصلا کی هستین؟ حتی اسم بیمارتون هم نمیدونین؟ ببخشید، دختر شما اینجا بستریه؟ بله، چطور مگه؟ احتیاج به پیوند قلب داره، آره؟ بله، شما؟ من پدر بزرگ اون دختریم که قاپ باباشو دزدیدی. ببخشید، من نمیفهمم چی میگین؟ خوب خودتو زدی به نفهمی، مقیارم این خودت فرض کردی. آقا دارین چی میگی؟ من نمیفهمم واقعا. اگه فکر میکنی با ناز و عشوه واسه اون مرتیکه بی غیرت میتونی قلب بچه منو دراری و بذاری تو سینه دخترت، کور خوندی. این دفعه رو دارم با زبون خوش بهت میگم، دومتو بذار رو کولتو اینجا برو، وگرنه هر چی دیدی از چش خودت دیدی. تسلیت میگم بابا جون، خدا صبرتون بده. شما از که شنیدین؟ تو کل محل پیچیده،
دکتر رو به ما پیشنهاد دادن که اعضای بچه رو اهدا بکنیم. خودم اول دو دل بودم ولی بعدش قبول کردم. خدا خیرتون بده. کار خدا پسندانه ایه. شما درست میگید. ولی حاج علی نمیتونه قبول بکنه. میگه چون قلب بچه داره میزنه پس زنده است. 4 دکتر متخصص و کارشناس هم اومدن تایید کردن که مرگ مغزی و دیگه برگشت نداره. شاید منم به جای حاجی بودم به راحتی نمیتونستم قبول کنم. مخصوصا اگه این همه به نوام دل بسته بودم. شما درست میگین. ولی مرشد ما وقت زیادی نداریم. ساعت به ساعت وقتمون از دست میره. تک تک اعضای بچه داره از بین میره. از کار میفته. اعضایی که میتونه جون یه نفر رو نجات بده. اومدم ازتون خواهش بکنم. شاید شما بتونید راضیش بکنید. کار سختی از من میخواید. شما مرد کارهای سختین. نفستون گرمه، دمتون حقه. حاجی ازتون حرف شنوی داره. شما بگین ایشالله قبول میکنم. تا حالا اینجور پریشون ندیدمش. میدونم، خیلی پریشونه. از منم خیلی شاکیه. حقم داره. به خاطر همین هرچی بهش میگم اصلا توش اثر نداره. شما همیشه تو کارهای خیر پیش قدم بودی مرشد. چه کار خیری هم از این بهتر که بتونیم جون چند نفر رو نجات بدیم. بله بفرمایید. سلام حاج خانم. شب علی بخیر. سلام علیکم حاج آقا. حال شما خوبه؟ حاج علی آقا هستم. نه الان 2-3 ساعت رفته بیرون هنوز برنگشته. گوشیش هم گرفتم خاموش بود خانم. منم اتفاقا بهش زنگ زدم گوشیش خاموش بود. مگه امشب نیومده زور خونه؟ نه. آخرین بار تو مسجد دیدمشون. شاید رفته باشه تالار. هرچند که من تالارم زنگ زدم گوشی کسی برنداش. بسیار خب من الان خودم میرم اونجا. خداحافظ شما. خداحافظ شما. خیلی ممنون. چقدر دوست داشتم شما رو ببینم. برای همینم اینجا. کوچیکتم مرشد. عزیز دلی. خدا بیامرزه پدرتو. خدا اموات شما رو بیامرزه. حاجی 50 گذشت. یادت اون روز کیپ تا کیپ آدم نشسته بود. تمام پهلوانای ترون جمع بودن. اومدی به من گفتی دیشب تا صبح نخوابیدم. دل تو دلم نبود که جلو این همه پهلوان میل و کف باده بزنم. ولی معرکه بودی. همه پهلوانا مونده بودن که این بچه کیه؟ پسر کیه؟ ضرب و نفس شما بود که به هم جیگر میداد. هنوزم که هنوزه صداش تو گوشم میپیچه. پوریای ولی گفت افتادگی آموز اگر طالب فیضی. هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. چند تا زندونی از بغل این گریزون آزاد شد. چند تا مریض از مریض خونه در اومد. از جمع رفقای اون روز فقط من موندم و کاش قبل از همه عزیزانت خودت پر میکشیدی و میرفتی. شما رو با ترس، بیماری، مرگ، از ترس دادن مال، مرگ عزیزان آزمایش میکنم. کلام قرآن این عزیز از دست رفته هم آزمایشی برای تو. یادمه که بعد از مرگ رضا تا 40 نمیتونستم قبول کنم که رفته. میدونم. میدونم که دردی روشونات سنگینی میکنه. میدونم خون به دلت نشسته. ولی صبر کن.
صبر کن که خدا با صابرینه. یا الله. سلام علیکم یا نبی و رحمت الله. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. الله باشه. قبول باشه حاجی. قبول حق باشه مرشد. باشه بریم. بریم مرشد. شما هفته چند بار درد رو تحمل میکنم. حاجی تو تا به حال راجع به دیالیز چیزی شنیدی؟ آره شنیدم، ولی تا حالا ندیده بودم. پس خوب نگاه کن، اینا همه احتیاج به پیوند کلیه دارن. بزرگترین آرزوی طفل معصوم اینه که یک دقیقه بدون دستگاه نفس بکشن. خیلی هاشون چندین سال دارن عذاب میکشن، اکثرا هم منتظر پیوند ریه هستن. پسرم حالت خوبه؟ اسم چیه؟ باری که الله چقدر قشنگ اسمه، مثل خودت میمونه تا قشنگی. این دفعه میام برای شکلات هم میارم، شیرنی هم میارم. دوست داری؟ چشمای تو مثل آینه من بود، عمری قلب تو تو سینه من بود، تو آرزوها تو دادی به دست باد، بعد از تو این خونه لبخند تو میخواد. ما هم نفس بودیم این خواب شیرین رو از خنده پر کردیم، روزای غمگین رو میبینم ات بابوس از پشت این شیشه، کی از خودش با عشق اینجوری رد میشه، باورش میشه.
باید که این شبا بیگریه بگذره، تا خاطراتمون از یادمون نره. باید یه بار دیگه منو صدا کنی، مثل یه پنجره چشماتو وا کنی. میبینمت بابا از پشت این شیشه، کی از خودش با عشق اینجوری رد میشه. میبینمت بابا از پشت این شیشه، کی از خودش با عشق اینجوری رد میشه. باورش میشه.